در این ویدیو میخواهیم کمی بیشتر در مورد قیمت مطلقه اعداد به عنوان فاصله بین دو نقطه را تمرین کنیم. در سوال اول اتما خواسته شده که کدام یک از موارد زیل برابر است با قیمت مطلق A منفی B. برای یادآوری که قیمت مطلق A منفی B به ما فاصله دو نقطه A و B را می دهد. پس به ما این فاصله را می دهد. این قیمت مطلقه A منفی B که همان قیمت مطلقه B منفی A می باشد. با کدام یک از این بارات مساوی می باشد. اولین گزینه قیمت مطلقه A منفی B قیمت مطلقه B است. قیمت مطلقه A چی می باشد؟ در واقع این فاصله A ای از صفر می باشد. پس این فاصله می باشد. این فاصله قیمت مطلقه A می باشد. پس این فاصله قیمت مطلقه A است. و قیمت مطلقه B این فاصله است. این فاصله که از صفر تا B است. قیمت مطلقه B را نشان می دهد. این قیمت مطلقه B می باشد. حالا اگر شما قیمت مطلقه A را از قیمت مطلقه B کم کنیم چه چیزی باقی خواهد آمد؟ به عبارت چه فاصله باقی می ماند؟ فاصله باقی مانده این خط می باشد. این فاصله قیمت مطلقه A منفی قیمت مطلقه B را نشان می دهد. قیمت مطلقه A ای منفی این فاصله و ما این فاصله سبز را می دهد. این دقیقاً چیزی است که ما این بالا داریم. قیمت مطلقه A منفی B فاصله بین A و B می باشد که این خط سبز همان را نشان می دهد. پس این عبارت برابر است با قیمت مطلقه A منفی B. اگر شما می خواهید حاصل کنید می توانید این را با عدادی امتحان کنید. A و B هر دو عدد منفی هستند چون هر دویشان طرف چپ سفر قرار دارند. و می بینیم که B بی بزرگتر است. شما می توانید با اعدادی امتحان کنید. به عنوان مثال B منفی یک و B منفی پنج می باشد. درست بودن آن را امتحان کنید. حالا قیمت مطلق A جمع قیمت مطلق B چطور می شود؟ خب این فاصله سرخ قیمت مطلق A می گیریم. بعد فاصله آبی یا همان قیمت مطلقه بی را جمع می کنیم. در این صورت به شما فاصله بزرگتر است بین این دو نقطه را می دهد. یا اینکه می توانید با اعدادی امتحان کنید تصور کنید که یه مساوی با منفی پنج و بی مساوی منفی یک است. در این مثال فاصله بین دو قیمت مطلقه ای منفی بی مساوی خواهد بود با قیمت مطلقه منفی پنج منفی منفی یک که مساوی است با قیمت مطلقه منفی پنج جمع یک و حاصل این قیمت مطلقه منفی چار می شود که می شود چهار برای این اعداد مشخص تنها دو عدد منفی را برداشتیم که بیشتر از بی منفی می باشد. که اینجا کشیده می شود. این فاصله سبز چهار خواهد بود. حالا قیمت مطلقه A جمع قیمت مطلقه B در این مثال این برابر است با پنج. قیمت مطلقه منفی پنج. که پنج می شود. جمع قیمت مطلقه منفی یک که یک می شود مساوی شش می دیدید این اعداد را ما اتفاقی بر اساس شرایط انتخاب کردیم که هر دوی آنها مثبت بودند و ا ای منفی این بیشتر بوده است و این مانع نشده است. پس این گزینه نمی باشد و گزینه هیچ کدام را هم انتخاب نمی کنیم زیرا من یک گزینه را پیدا کردم که درست می باشد. بیایید یکی دیگر نیز انجام دهیم. بیاید چند تای دیگر انجام دهیم. کدام یک از عبارت های زیر مساوی است؟ با قیمت مطلق A منفی B. یک بار دیگر قیمت مطلق A منفی B که فاصله بین A و B می باشد. این فاصله A است که در حال رسب کردن آن هستم. این فاصله. قیمت مطلق A منفی B است. اولین گزینه ما چی می باشد؟ فقط A منفی B بدون قیمت مطلق. خب ما میبینیم که A کمتر از B است و بیشتر طرف چپ قرار دارد. در حقیقت A یک عدد منفی و B یک عدد مثبت است. بنابراین اگر یک عدد منفی بگیرید و از یک عدد مثبت کم کنید حاصل آن یک عدد منفی می شود. پس حاصل آن منفی می باشد. یا اگر یک عدد بزرگ را از یک عدد کوچکتر کم کنید حاصل آن یک عدد منفی می شود. اما فاصله بین این دو عدد که ما از قیمت مطلق گرفته یک عدد مثبت می باشد. این فقط یک فاصله است. پس این گزینه ما نخواهد بود. بیاید این مورد را ببینیم. منفی عبارت B منفی A. B منفی A یک عدد مثبت خواهد بود. از کجا این را می دانیم؟ خب B از A بزرگتر است. پس اگر B از A بزرگتر است، B منفی A مثبت خواهد بود. اما وقتی در مورد منفی کردن آن فکر می کنیم, تمام این عبارات منفی می شود. می توانیم طور دیگر به مسئله ببینیم. B یک عدد مثبت است. شما یک عدد منفی را از آن کم می کنید. مانند این است که شما قیمت مطلق این عدد منفی را اضافه می کنید. این قسمت مثبت می شود. اما سپس شما باید این را از منفی بیرون بکشید که منفی می شود. ماننده مثال قبلی. می توانید با اعداد این را امتحان کنید. شاید B مثبت سه و A منفی 2 باشد. تشویقتان میکنم که این را خودتان حل کنید پیدا کنید که قیمت مطلق A منفی B چی هست حتما پنج خواهد شد و ببینید کدام یک از این گزینه ها نتیجه عبارت بالا را می دهد. هیچ کدام از این گزینه ها نمشود. بنابراین جواب هیچ کدام می جالب است بیایید ادامه دهیم بهترین تفسیر را برای معادله زیر انتخاب کنید ما قیمت مطلق 11 منفی x را داریم این فاصله بین 11 و x است. مساوی است با قیمت مطلق y منفی 3 که فاصله بین y و منفی 3 می باشد. این معادله به ما می گوید فاصله بین 11 و x برابر است با فاصله بین y و 3. عبارت اولی نوشته است که فاصله بین 11 و x برابر است با فاصله بین y و 3. این دقیقا همانی است که ما در مورد عبارت گفته ایم. پس این را انتخاب میکنیم اما بیایید گزینه های بعدی را نیز ببینیم فاصله بین 11 و منفی x برابر است با فاصله بین وای و منفی 3. خب این فاصله صبر کنید. زیر این را خط بکشیم. فاصله بین 11 و منفی x. بیاید با یک رنگ دیگر بکشیم. این فاصله من با این رنگ مشکل دارم. خب فاصله بین 11 و منفی x این فاصله بالا نمی شود. این فاصله این طور می شود که قیمت مطلق 11 و سپس شما منفی x را از آن کم میکنید. این عبارت مساوی است به این طریف در واقع این ساده می شود و قیمت مطلق 11 جمع x که این چیزی نیست که ما در بالا داریم و فاصله بین y و منفی 3 هم همان طور است وای منفی منفی 3 که این چیزی نیست که ما در بالا داریم بنابراین این گزینه ای نیست که معادله بالا نمایش می دهد. فاصله بین یازده و وای تا اینجا که مطابقت می کند. می گوید و وای مساوی است به بین منفی x و منفی سه که این کلا همه چی را با هم اشتباه گرفت. پس این گزینه صحیح نمی باشد. بیایید یکی دیگر هم حل کنیم. کدام یک از تعریف زیر؟ برابر است با مساحت مستطیل. اگر شما می مساحت مستطیل را به دست بیاورید باید از را ضرب طول کنید. یا طول را ضرب ارتفاع می کنیم. خب بیایید ببینیم کدام گزینه ها این را نشان می داد. قیمت مطلق J منفی L. با رنگ دیگر انجام می دهیم. پس J منفی L قیمت مطلق J منفی L پس مختصات J منفی 6 می شود و L این مختصات را نشان می دهد که می شود مثبت 6. پس قیمت مطلق ج منفی ال می شود خط محور افقی یا مساوی به فاصله بالای محور افقی بین این نقطه و آن نقطه می باشد یا می توانید بگوید که فاصله افقی بین این دو نقطه است پس این فاصله به خط ما می باشد پس این قیمت مطلق ج منفی ال می باشد یک بار دیگر x منفی 6 روی محور را رو هماهنگ میکنید و x اینجا مثبت 6 و شما میتوانید جواب را به دست بیارید که منفی 6 منفی 6 حاصل میشود منفی 12 قیمت مطلق آن را میگیریم که 12 به دست آید. در ضمن شما مجبور نیستید که این را به دست آورید ما میدانیم که طول این خط مساوی است با قیمت مطلق j منفی l سپس ما داریم قیمت مطلق M منفی Q. قیمت مطلق M منفی Q. حالا M که اینجا در مختصات Y است و Q پایین مختصات Y می باشد خب قیمت مطلق M منفی Q می شود فاصله فاصله عمودی بین این دو نقطه که X آن هیچ تغییری نکرده است. در واقع این فاصله این طرف می باشد. به عبارت دیگر این قیمت مطلقه M منفی Q را نشان می دهد. پس اگر شما این فاصله را ضرب A فاصله کنید مساحت این مستطیل به دست می آید. حالا من حتی مجبور نیستم به گزینه‌های های دیگر نگاهی بیاندازم. من قطعا این را انتخاب می کنم. اما بیایید ببینیم گزینه های دیگر در کجا اشتباه می باشد. این قیمت مطلقه ج منفی ام است. در اینجا مختصات متفاوت نشان می دهد. مختصات x در این نقطه و وای در این نقطه است. که این کمی عجیب به نظر می آید و این غلط می باشد. این گزینه قیمت مطلق ج منفی ان است. قیمت مطلق ج منفی ان خب x مختصات مشابه دارد. پس این باید صفر شود ج مساوی به n است و هر دوی آنها منفی 6 x می باشد که این به شما فاصله این خط را نمی دهد. چون ما هیچ تغییری در x نداریم و همه تغییرات با y است اگر ما بخواهیم طول این خط را پیدا کنیم ما باید قیمت مطلقه k قیمت مطلق که منفی صفر را داشته باشیم که اندازه این خط را می حالا اگر طول این خط را بخواهیم تغییر در x می باشد. پس می شود قیمت مطلق n منفی p یا قیمت مطلق p منفی n اما هیچ کدام از اینها نیست. پس این گزینه درست می باشد.